سال هاست که از این خیابان رد می شوم، اما این بار نام این خیابان نظرم را به خودش جلب کرد. خیابانی بدون هیچ پیشوند و پسوندی به نام بهبودی. کنجکاو شدیم بدونیم این بهبودی کیه، برای همین از اهالی محل پرسجو کردیم. اسم خیابون چیه؟ بهبودی. میدونیم بهبودی کی بوده؟ بهبودی نه. نه نمیدونم. اسمش شنیدیم ولی نمیدونم کی بوده. چند سال تو اینجا مغازه؟ ما الان اینجا 46 سال اینجا. 46 ساله نپرسیدن کسی این بهبودی کی بوده؟ نه والله. خیلی هم دلم میخواد بدونم چون پیرم روم نمیشه بپرسم. اما اگه بخوایم دقیقش رو بگیم، طبق نقشه تهران قدیم نامگذاری این خیابون به نام بهبودی به سال 1336 برمیگرده. ملکی داشت سر چاره سترخان، الان ملکشم هست خوش نیست. بعضی ها ریشه نامگذاری این خیابون رو به ساکنان پیشین پشت این دیوارها گره میزنند و میگن پدر و پسری که سالها پیش در این خانه زندگی میکردند علت نامگذاری خیابان بهبودی هستند. اما اینکه بهبودی چه کسی است، باید گشتی بزنیم به طول دالان تاریخ. راهی مرکز اسناد و کتابخونه ملی شدیم تا از بین این همه کتاب و اسناد با هویت مجهول بهبودی بیشتر آشنا بشیم. در لابلای عکس و صفحات زنگار گرفته تاریخی یک عکس بیشتر از همه خود نمایی می کند. عکسی که ساعتی پس از کودتای سیاه 28 مرداد ثبت شده است. فرمانده کودتا سرلشکر زاهدی مورد تقدیر محمد رضا پهلوی قرار می گیرد. اما اگر فوکوس این عکس را کمی جابجا کنیم، مرد پشت صحنه ای را خواهیم یافت که نامش سلیمان بهبودی است. خود را خانزاد و نوکر رضاخان میر پنج می‌خواند و حتی با او به تبعیدگاهش در موریس هم سفر می‌کند. بهبودی آنقدر سینه چاک بود که او را محرم هزار فامیل رضاخان می‌خواندند و حتی در اندرونی خانه رضاخان دارای جایگاه و مکانی مشخص بوده است. رابطه او با انگلیسی‌ها آنقدر پیش رفت که به دستور آنها بهبودی به بصره رفت و در لوژ فرماسونری فیها رسماً عضویت خود را اعلام کرد و پس از بازگشت به تهران به درجات بالای لوژ فرماسونری به نام آسیا منصوب شد. بعدها او و شریف مامی این لوژ را آنچنان گسترش دادند که شریف مامی نزد دوستانش فراماسونری در ایران را این گونه توصیف کرد. شریف مامی حرف عجیبی به من زد. او فاش کرد که یک سوم اعضای مجلس سنای ایران فراماسون هستند و به خواست او هم فراماسون شدند. ماسون ها از دوره قاجار تا این مقطع تاریخی چنین عرصه حضوری نیافته بودند که حتی یک فراماسون بهایی بتواند تا درجه نخست وزیری کشور پیش رود. بله، آقای هویدا در لوژ فروغی او یا در صفحات تاریخ اونقدر پیچ و تاب خوردیم که سوژه اصلی من را فراموش کرد. حالا باید این عکس را نگریست، عکسی که یک روز پس از کودتای 28 مرداد در دفتر زاهدی به افتخار موفقیت کودتای انگلیسی امریکایی 28 مرداد برگزار شد را به تصویر می‌کشد. تبسم هایی که نشان از رضایت خیانت به یک تاریخ بر لبان بهبودی و هم مسلکانش را نشان می‌دهد. بهبودی به نمایندگی از انگلیسی ها، فضل الله زاهدی، گماشتی نیکسون، معاون رئیس جمهور آمریکا، نصیری از فرماندهان کودتا و اردشیر زاهدی، داماد محمد رضا پهلوی و تنی چند از افسران کودتا که تا چندی بعد از این عکس صاحب القاب و مناصب متعددی می شوند. حسین فردوس از نزدیکان محمد رضا پهلوی در کتاب خاطراتش درباره بهبودی این گونه می نویسد: یکی از مهره های مهمی که واسطه رضاخان با انگلیسی ها بود و از محرمانه ترین اسرار رضا اطلاع داشت و هیچ کس را سراغ ندارم که به اندازه او درباره وقایع پشت پرده حکومت رضاخان مطلع باشد، سلیمان بهبودی بود.
فردوس در جای دیگری از آلبوم عکس‌های محرمانه و حتی خانوادگی که توسط بهبودی نگهداری می‌شد این چنین می‌گوید: من شخصاً این آلبوم‌ها از جمله آلبوم‌های خانوادگی مربوط به دوران کودتا و اوایل قدرت او را نزد سلیمان بهبودی دیدم. تدارکاتچی سال‌های نچندان دور رضاخان که مسئولیت جدیش آنچنان که در کتب تاریخی نگاشته شده تهیه گزارش از میزان قند و چای مصرفی خانه رضاخان بود تا مقام معاونت دربار پهلوی هم ارتقا می‌یابد و با توصیه او پسرش هم سال‌ها نماینده مجلس تشریفاتی شد. خانه‌ای داشت در همین خیابان و به دستور دربار نامش هم بر سردر خیابان قرار گرفت، نامی که در غفلت این سالها هنوز بر روی این خیابان جا خوش کرده است. اما همکارم آقای نوروزی در مورد همین گزارش توضیحات رو داره. آقای نوروزی، ساعتی پیش واکنش هایی داشتن نسبت به این گزارش؟ بله آقای سلامی، ساعتی پیش من با آقای شاکری رئیس کمیسیون نامگذاری خیابان‌های پایتخت و یکی از اعضای شورای شهر تهران درباره این خیابان مصاحبه‌ای داشتم و ایشون توضیحاتی دادن که بهتره با هم ببینیم. استعلام‌هایی کردیم، تحقیقاتی که انجام شده معلومه که در واقع این مربوط به رژیم گذشته و در مفاسد اون دوره در واقع دخالت داشتن، باید تغییر کنه. در مورد تغییر نامش ما سعی میکنیم که از خود مردم خود منطقه اسامی که مورد پیشنهادشون هست، چند تا پیشنهاد رو مطرح میکنن، ما یک اسمی که متناسب با اون منطقه باشه اون رو قرار میدیم. دو هفته شاید بیشتر طول نکشه که ما تغییر نام رو داشته باشیم.